پاتالهای ترسویی که اونجا مانع پیشروی انقلاب میشید، بهتون بگم که با مهربانی و با خرد از این خرافات بیاین بیرون که بچه ها جونشون رو دادن. این حرفی که پیام آور 9 ساله ما زد، کیان پیرفلک، و سخنی که این عزیزم گفت، مجید رهنورد، در تاریخ میمونه. و کسانی که این موارد رو ضبط کردن، اگر اطلاعاتی بودن چه بودن چه بودن، باز من سپاسگزارم که ما وصیت‌نامه رضا رهنورده که دسترسی بهش نداشتیم. شادم ریختن خونشون. یکی هم که شبی که میاد پایین بره توی چیز، بر مادرش نوشته بود، از مادرش گرفته بودن. ولی این خبرنگاری که اینجوری ضبط میکنه با صدای خود رضا رهنورد، این یک ثبت بزرگ تاریخی است. کار بزرگی این مرد انجام داد، خصوصا که الان خیلی از بچه‌ها شما می‌دیدید توی رادیو تلویزیون کار می‌کردن، اینا یکی یکی اومدن بیرون، علی ممونه و حوزش، و بعدم به زودی خواهید دید که مشتبه خامنه‌ای و تمام قدرت روحانیت در ایران مثل برف، یعنی مثل برف آب میشه و از بین میره. عزیزان من، این خانم شما می‌بینید، این رئیس اولین کمیته ضد اعدام بود که تو ایران ساخته شد. تو ایران کمیته درست کرد ضد اعدام، چند بارم گرفتنش بردنش زندان، چند بار. همه زندانی های سیاسی هم اینو میشناسنش، شما هم میشناسنش دیگه، میدونید که این خانم فریده مرادخانی چند ساعت بعد از اینکه من از بیروز خواست هفته پیش بره اعتصاب قضا کنه برای پیشگیری از اعدام ها، برای اعتراض به اعدام های ایران و ضد اعدام بره اعتصاب قضا بکنه، این دختر که رفته بود تازگی به زندان، در تظاهرات هم گرفته بودنش و اینها، چند ساعت بعد اعتصاب قضا کرد، به من خبر دادن. حالش هم خیلی خوب نیست، چون بیماری هم داشت قبل از اینکه بره زندان. و میخوام بگم بهروز وثوقی عزیز، عزیزن یاد بگیر، و در ایران مرد بودن دیگه فایده نداره، قیصر بازی، زن شو. از این زنها یاد بگیر، از ترانه علی دوستی یاد بگیر، از میترا حجار یاد بگیر، از نیکی کریمی یاد بگیر، از تمام این دختان زن، الناز شاکر، این همه شجاعانی که بهروز یادم اینا چی جور از تو تعریف میکردن، حالا میبینم همه شون از تو جلو زدن، فقط داروش تنانه چی از تو جلو زده. بسا کن بگو ضد اعدام های ایران هستیم ما، اعدام نکنید پدر سوختا، این بچه های سرش رو نکشید. و همه با ما هستند، جهان با ما هست، خیلی با ما هستند. من هفته پیش در رابطه با این آقای دیدی دوپلش با شما صحبت کردم، امروز بهتون بگم که هفته پیش به من زنگ زد که تباشی به دیدن من در شهرستان، چون بستری شده بود. من پاشدم رفتم، ایشون سال 1981 یک رادیویی رو در فرانسه پایه‌گذاری میکنه که اولین رادیویی بود یا هست، تا الان هم وجود داره، تا الان هم همکارش همینه، به مردم اجازه سخن گفتن میده، یعنی هر کی زنگ میزنه فرانسویه، بدون اینکه اسم یارو رو بپرسه، آدرس یارو رو بپرسه، تلفنشو بگیره، میبینیش رو خط، میای رو خط حرف میزنی. 40-50 نفر براش کار کرده و میکنن، الان با اینترنت هم همه جای دنیا شما میتونید گوش کنید. این آزادی بیان داد به مردم، و از همون روز اول به من امکان داد که توی رادیوش برنامه پارسی داشته باشم برای شما. همه شما عزیزان که تو پاریس بودید اون برنامه رو سالها 30 سال گوش میکردید، به برکتی آقا. بعد همه اون رادیو تلویزیونی که الان علو بفرمایین دارن از ایشون یاد گرفتن، یعنی از ما، و بعد از ایشون، چون خیلی اینا پاریس بودن رفتن، حالا اون خودش قصه داره. ایشون اینو میخوام بگم، عاشق ایران، علاقمند ایران، در جوانیش رفته بود ایران زمان محمد رضا شاه، عظمت و شوکت ایران، مهربانی ایرانی ها، عاشق ایران بود تا آخر جانش هم با ایران بود. این پریس که من دیدنش بودم که روز بعد از دنیا رفت، خودش تعیین کرده بود که بره، شعارش هم سالهایی بود که جاغت کانجوو، من هرگاه بخوام استاپ بزنم، من فکر میکنم برنامه های رادیو چی میگه، نکن جونشو میگه. تا آخر نظرم گفت، به من گفت مردم ایران پیروز میشن. صداش هست فرانسه، اونه که بعدن برن روی یوتیوب ما، youtube.com/مهردیوی گوش کنید. گفت مطمئنم مردم ایران پیروز میشن. و به شما بگم، نمیدونید، هیچکی نمیدونه، حالا که اون رفته بهتون بگم. 1996 از ما شکایت کرد دولت جمهوری اسلامی ایران،
بعد از اینکه دکتر کوروش آرمنش رو کشتن و اینا، ما خیلی جنجالی علیه رژیم میرفتیم بیشترش کردیم، از دست ما شکایت کرد، اومدن رادیو رو توقیف کنن. رادیو رو اومدن توقیف کنن، بعد کاغذ مغازای اومد، ایشون آقای دیدی دوپلش به من داد اینا رو، گفت تو برو دفاع کن اون دادگاه رسانه ها. ما وقتی رفتم اونجا گفتن آره اینا مسئله نیست، حالا این یک برنامه ایرانی شما اونجا دارین؟ گفتم آره آره. گفت اینا رو بگین ترجمه شده به ما بدن، قبلی که برنامه رو برن ترجمه کنن حرفشون بدن که نبا علیه جمهوری اسلامی تحریک مریک نکنن، خطرناکتر شما منافع دارین کار دارین. یه شعر رو نگاه کردم، گفتم که اون برنامه رو من اداره میکنم. خب ترجمه کنم بده من. گفتم چجوری من ترجمه کنم؟ گفتم قبلی که حرف بزنیم اگه نمیدونیسی. گفتم نه ما همجور حرف میزنیم. آه ترجمه کنیم بدیم. من اومدم به آقای دیدیه دوپلش گفتم و بعد گفتم اینا دارن میبندن تو، اینا به درگیر بخاطر من هست، بخاطر برنامه ایرانی. گفت فلانی تو رادیو رو ببندن، من برنامه تو رو قطع نمی کنم. رادیو رو بستن. رفته بود خودش روز دیگه اونجا، گفت این قدرت ارگان از رئیس جمهور بالاتر، چون موقع شیراک دستور داده بود که برنامه من رو بذارن بدن و اینا، بعد گفتن جای دیگه فلان اینا، ولی خود شیراک هم اونجا تونامش رو داریم کتمی نوشت، گفت که فلانی من نمیتونم اینا دستور بدم چون اینا با ارگان بالای کنترل مدیای فرانسه هستن، ولی گفتم به تو مثلا فلان کار بکن. حالا کار نداریم. دیدی وقتی رفت گفته بودن آقا آره برنامه فارسی زبان تو باید فرانسه چکنه، فارسی اصلا حرف نزنی، اگر میخواد فرانسه حرف فارسی حرف بزنه باید تکست نوشتار به ما بده که ما مطلب داشته باشیم. اون موقع که گوگل موگل هم نبود اینا ترجمه کن. دیدی هم بینا میگه رادیو رو ببندین، من تظاهرات میکنم، اعتصاب قضایی میکنم، ولی دوید عباسی رو برنامه هاشو قطع نمی کنم. آمد یک مهمونی داد، چند تا از دوستان من هم همون موقع از کانادا اومده بودن، از جمله آقای امیر اکبری از دوستان بسیار خودم خوبم و محسن اینا، ما اینا رو دعوت کردیم و با هم رفتیم تو مهمونی که برای رادیو بود. دیدی جلو همه اعلام کرد، همه شنونده های رادیو سی چلتا و همه آقا گواره من احضار کردن، باید دوباره اینجا کاره این رادیو تو میبندیم اگر این ایرانی ها حرف بزنن، ما با جمهوری اسلامی معامله داریم فلان داریم، همینا با هم میخوره و اینا. منم هم بهشون گفتم که من برنامه فلانی رو قطع نمیکنم. آقا همون موقع با که ما محافظ داشتیم، ماشین ضد گلوله داشتیم، فلان داشتیم، رادیو بیچاره فرانسوی رو بستن، فرانسوی بود، هفته یک ساعت ما توش برنامه داشتیم. یعنی به شما بگم بعضی وقتا میگین شما ما خیلی چیز کشیدیم، ما اینجا نمیایم بگیم، نخواستیم من بگیم، حالا به شما گفتم چون ایشون نیست دارم میگم، بزرگی مرد میخوام بهتون میگم. بعد بعدا رادیو که توقیف شد ایشون رفت یه کاروان گرفت، چون وقتی اعلام کردن تا وقتی میخوان ببندن دو ماه طول میکشید، دو ماه وقت داشت که رادیو بود، رفت جلو همین کمپانی سی اس ا، یعنی سازمان کنترل رادیو تلویزیون فرانسه، کاروان گذاشت توی یک پارک کوچیکی اونجا بود، میکروفون رو گذاشت اصلا اونجا و بعدم استاتیو دو لیبرتی مجسمه آزادی اونور بود، از جلو اون برنامه رو ما میرفتیم از مجسمه آزادی و اینا، گفتیم ما مجسمه آزادی اومدن برنامه رو میرم، همین که تو نیویورک هست یاسش تو پاریس، میگو به اینکه بگیم که آزادی نیست، ما رو دارن سانسور میکنن، اینا با دیکتاتور جمهوری اسلامی ساختن فلان کردن اینا. دوستان عزیزان فکر میکردن 50 روز، ایشون 40 روز اعتصاب قضا کرد و ای که الان مرد از جهان رفت به خاطر بود که تمامی تشکیلات بدنش داغون شده بود. 40 روز اعتصاب قضا خیلیه، 20 خورده سال گذشت، من فکرم 50 روز بود، 2 یا 30 روز بود. ازش پرسیدم توی بیمارستان، گفتم دیدی چند روز اعتصاب قضا کردی؟ میگه 40 روز. مسیو دوپلش à l'époque vous avez envoyé la câble de la radio de la tour de la Seine jusqu'à la statue de la liberté. Comment vous l'avez fait ça? Elle doit mesurer 80 mètres, donc impossible à escalader, il fallait trouver un moyen. Et ce moyen, c'était d'envoyer un projectile plutôt que d'essayer de grimper et de se ramasser. Et le mieux, c'était une flèche. Tu l'avais déjà utilisé dans les années 80 aussi, non?
à l'époque, oui. En envoyant un slogan, quelque chose comme ça. En envoyant des ballons. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Des inventions, des nouveautés. Mon grand-père était ingénieur. Ah, il était ingénieur, ton grand-père. Plage, il est dans le bateau? Village? Non. Non, il faut être sérieux. La flèche, oui. Oui, mais Plage, le village. Il est à côté. Quel rêve de fin tu as fait à l'époque devant le CSA? Combien de jours? 40. 40 jours? Oui. Oui, oui. 40 jours, c'est énorme. J'avais fait une fois avant. Mmh. Avant 96, tu avais fait ça? Oui. تنها همین هم نبود عشقش به ایران. درست همون روزای سالهای 1980 اولین آهنگی که درست کردن که لوگوی این رادیو بود، لوگوش بود. مثل که ما دیدین لوگو اولش این کلاهای فروهری نشون میدیم اینا. نه اول لوگویی که درست کرد یک خواننده بزرگ فرانسوی خوند، یک آهنگساز بزرگ فرانسوی آهنگ گذاشت و این خودش پارولش رو نوشت، شعرش رو نوشت، ترانهش رو نوشت. تو ترانه خیلی قشنگه، گوش کنید ببینید یک چیزی دیگه هم نشون میده ایران، از شکوه ایران و زرتشت توش گذاشت تا الان 40 سالی که این لوگو داره پخش میشه و برای این رادیو هنوز که هنوزه زرتشت نامش رو جیدی دوبلش زنده نگرده. Notre royaume souffrant de voir tant d'ignorance, parfois se joue des apparences. Pour envoyer ses messagers, Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, tout en Camon, Robin des Bois, chacun son tour conduit la danse. Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, tout en Camon. نکته بسیار مهم دیگه که الان باید با آگاهیتون برسم اون اینه که ما الان با همبستگی پیروز میشیم، یعنی همبستگی رمز پیروزی است، ولی دشمن زیاد تلاش میکنه که همبستگی را از بین ببره. ما باید همه رنگ ها موزاییک ایران باید با هم متحد بشیم. ایران تجزیه نمیشه، جنگ داخلی هم نمیشه، اتحاد که باشه به پیروزی میرسیم. در این اتحاد یادت نره، اتحاد که من با خودم تو آینه که روایت بکنم، که چون آخه از وقتی دولت موقتی رو ما معرفی کردیم که رنگا رنگه، همه توش هستن، هر تباری و هر اندیشه توش هست. حالا امکان داره خیلی من مخالف باشم اندیشه ها و فراینا، ولی چون اندیشه هست تو مملکت هست، تو مخالف یا رو زنگ زده آقا، البته یکی دوتا ولی همه چون خیلی خودمون بگم آقا ما با همه اینا ما مخالفیم غیر از یه نفر. بودم تو خود چند نفر دنبالی دار که شما قد با یک نفر چون خالی بشه. بعدم دموکراسی همی، یعنی آزادی همی، خودت توش ببینی، همش که توش باشی که دموکراسی نمیشه که. این رضا پهلوی رو شما تا الان نشناختین، 40 ساله داره حرف میزنه برای این که بشناسینش. دموکراسی یعنی همه، یعنی همه. یکی دیگه آقا این خانم موهاش فرفریه، آقا این خانم دهاتیه، مگه تو کجایی هست؟ این خانم ببین چند تا هوادار داره، چند تا فن داره تو ایران. این دختری که اومدن تو خیابون روسریشونو دارن میزنن، مال خانم. حالا تو حسودید چون میشه، حسودید میشه ها، حسود. آقا این یکی دیگه، این آقا مامور جمهوری اسلامی، آقا اینا شخصیت های برتری هستن که جهان رو دارن میگردنن، کمپانی بزرگ جهانی ناسا رو داره میگردنه. فیروز نادری کی جرأت داره بیاد پشت سر این حرف بزنه جز جمهوری اسلامی و یک سری آدم لاتپات حسود؟ خیلی از مشکلات درگیر ما از حسادته. چا میبینن یکی با من خوبه، من با یکی خوبه.